بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى فرماید و الله را به اندازه حق شناختن او نشناختن و روز قیامت همه زمین یک جا در قبضه او باشد و برتر است از آنچه که شرک می آورند. ضمیر بر مشرکان باز می گردد که الله را چنانه که شایسته تعظیم است تعظیم نکردند و حیثی که مخلوقاتش را به او شریک کردندند و او از هر نقصان عیب پاک است و از همتایان پاک می باشد و اگر او را چنانه که شایسته تعظیمش است تعظیم می کردند غیر او را عبادت و اطاعت نمی کردند. از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که یکی از دانشمندان یهود نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت ما در تورات این را می بینیم که الله آسمان ها را بر روی یک انگوش و زمین ها را روی انگوش دیگر و درخت ها را روی یک انگوش و آب ها را روی یک انگوش و خاک را روی یک انگوش و دیگر مخلوقات را روی یک انگوش خود قرار می دهد. آنگو می گویند منم پادشاه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالی که این سخنان آن یهودی را تصدیق می کرد طور تبسم کرد که دندانهایش آشکار گردید و این آیه را تلاوت کرد و الله را به اندازه حق شناختن او نشناختند و روز قیامت همه زمین یک جا در قبضه او باشد. و در روایت مسلم چنین آمده است که کوه ها و درخت ها را روی یک انگشت قرار می دهد و آنها را محکم می جنباند و می گوید منم پادشاه، منم الله. و در روایت بخاری چنین آمده است که آسمان ها را روی انگشت و آب خاک را روی انگشت دیگر و بقیه مخلوقات را روی انگشت دیگر قرار می دهد. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. هبر یعنی عالمی که این میوسه دارد و او را بحر گفته می شود. گفتند که ما می خونیم یعنی در تورات و در این اثبات انگشتان برای الله است. انگشتان حقیقی که به الله لیاقت دارند همچنانه که دست دست حقیقی است که به الله لیاقت دارد. و از ابن عمر رضی الله عنه در صحیح مسلم روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الله تعالی در روز قیامت آسمان ها را می پیچاند و آنها را در دست راست خود می گیرد و می گوید منم پادشاه. کجایند پادشاهان ستمگر؟ کجایند متکبران؟ سپس زمین های هفتگانه را در دست چپش می گیرد و می گوید منم پادشاه. کجایم پادشاهان ستمگر؟ کجایم متکبران؟ حدیث با روایت امام مسلم. و از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت آسمان ها و زمین های افغانه در دست الله مانند دانه خردل در دست یکی از شما می باشد. و ابن جریر می گوید یونس به من حدیث گفت، ابن وهب به ما خبر داده گفت، ابن زید گفته است که پدرم به من خبر داد که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند آسمان های هفتگانه در مقابل کرسی الله مانند چند درهم است که در داخل سپر قرار داده شدند. و گفت ابو ذر رضی الله عنه گفت از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که می گفت قرآن در مقابل عرش مانند حلقه آهنین است که در میان دشت بزرگ افتاده باشد. من ملک هستم یعنی ملک مطلق و سلطان پره دارم، در این دو کسی با من نزاع نمی کند. متکبران در کجایند؟ یعنی سؤال برای مبارزه است. یعنی پادشاهان دنیا که در بالای بندگان الله سلطه و تکبر و کبر داشتن در کجایند؟ و آنها در آن وقت به مانند ذره برانگیخته می شوند که مردم آنها را به قدم هایشان زیر می کنند. به دست چپش یعنی این زیادتی شاز یعنی تنها است و هرگاه
فرض کنیم که آن حفظ شده است، پس آن به معنای دست دیگر می باشد و حدیثی هر دو دستش راستش را نفی نمی کند و مانند دست چپ مخلوق نیست که از دست راست ناقص است. مانند دانه اسفند، یعنی دانه نبات خیلی خرد است و این دلالت بر عظمت الله می کند و اینکه او را چیز به این احاطه نمی کند. کرسی موضوع دو قدم الله سبحانه و تعالی است. ترس سپر یعنی چیز از پوست یا چوب است، در وقت جنگ برداشته می شود و آن از شمشیر، نیزه و مانند این دو حمایه کرده می شود. عرش مخلوق بزرگی که الله سبحانه و تعالی رحمان در بالای آن است، اندازه آن را جز الله کسی نمی داند. حدیث بر عظمت الله سبحانه و تعالی دلالت می کند، پس به تفسیر آیت در ترجمه باب مناسب می باشد. از ابن مسعود رضی الله عنه نقل شده است، بین آسمان دنیا تا آسمان بعدی به اندازه مسافه 500 سال می باشد و بین هر آسمان تا دیگر همین قدر است و از آسمان هفتم تا کرسی 500 سال است و بین کرسی و آب 500 سال است و عرش الله روی آب و الله بالای عرش است و یگان عملتان بر او پوشیده نیست. ابن مهدی از حماد ابن سلمه از عاصم از زور از عبدالله روایت کرده است و مانند این را مسعودی از عاصم از ابوالوائل از عبدالله روایت کرده است. این را حافظ ذهبی رحمه الله گفته است، گفت برای این اثر چندین طریق است. و از عباس ابن عبدالمطلب روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، آیا می دانید بین زمین و آسمان چقدر است؟ گفتیم الله و رسولش بهتر می داند. فرمودند بین زمین و آسمان به اندازه 500 سال می باشد و از هر آسمان تا آسمان دیگر همین مسافه وجود دارد و غفصی هر آسمان نیز 500 ساله راه می باشد و بین آسمان هفتم و عرش بحر وجود دارد که چقری آن به اندازه میان آسمان و زمین می باشد و الله تعالی بالای آن است و یگان عمل فرزند آدم بر او پوشیده نیست. حدیث با روایت ابو داود و دیگران روایت کردند و الله بر بالای عرش است. دلیل آشکار بر اثبات عالی بودن الله تعالی در ذات و صفتهایش است و یگان عملتان بر او پوشیده نیست. عملهای قلبها و اعضای بدن که بعضی آن دیده شده و شنیده شده است و این برای عموم بودن علم او و وسیعی آن است و این را بعد ذکر عالی بودن او آورد تا بیان کند که عالیگی او از دانستن عملهای ما او را من نمی کند و این اشاره واضح به سوی عالی بودن ذات او سبحانه و تعالی است. سؤال است که مراد آن دو امر است. یکم تشویق کردن برای آن چیزی که ذکر کرده می شود، دویم تنبیه به سوی آن چیزی که بر آنها گفته می شود. الله و رسولش داناتر است، یعنی گفته می شود در وقت حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم، دویم در امور شرعی که آن را می داند. در این تعظیم الله و از مخالفت او حذر کردن است، زیرا او بر بالای ماست، پس او بر ما عالی است و امر او ما را احاطه می کند. مسئله های موضوع: یکم تفسیر سخن پروردگار که فرمود و روز قیامت همه زمین یک جا در مشت او باشد. دوم این مسئله ها نزد یهود در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم باقی مانده بودند و آنها نه آنها را انکار و نه تعویل می کردند. گویا می گوید یهود از تحریف کنندگان آن بهتر است، زیرا آنها آن را نه دروغ شماریدن و نه تأویل کردند. سوم، رسول الله صلی الله علیه و سلم سخن آن عالم یهودی را تصدیق کرد و آیت نیز به تصدیق او نازل کردید. چهارم، خندیدن رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر آشکار ساختن این علم به واسطه آن یهودی بود.
پنجم آشکار ساختن و اینکه الله تعالی دارای دو دست می باشد که آسمان ها روی دست راست و زمین ها روی دست دیگرش قرار خواهد گرفت. و برای الله صفت دو دست به قرآن، سنت و اجماع سلف ثابت شده است. ششم آشکار نمودن به اینکه دست دیگرش چپ نامیده شده است، روایت شاز است. هفتم در آنجا جباران و متکبران را خطاب میکنند. هشتم زمین و آسمان در دست الله مانند خردل در دست انسان خواهد بود. نهم بزرگی کرسی نسبت آسمان ها، مانند هفت درهمی که در سپر پرتافته شده است. دهم بزرگی عرش نسبت کرسی، مانند حلقه که در صحرا پرتافته شده است. یازدهم عرش، کرسی و آب چیزهای جداگانه می باشند. دوازدهم چقدر مسافه است بین آسمان ها؟ 500 سال. سیزدهم میان آسمان هفتم و کرسی چقدر است؟ 500 سال. میان آب و کرسی چقدر است؟ 500 سال. عرش در روی آب است. شانزدهم البته الله در بالای عرش است. هفدهم مسافه میان آسمان و زمین چقدر است؟ 500 سال. هجدهم غفصی هر آسمان 500 ساله رو است. نوزدهم بحری که در بالای آسمان هاست، چقری آن 500 ساله رو است و الله داناتر است. از حدیث های باب استفاده برده می شود که یکم از مخالفتی الله حذر کردن، از مخالفتی الله حذر کردن. دوم بر الله چیزی از عملهای فرزند آدم پوشیده نمی ماند و الله داناتر است و هم برای الله پروردگار عالمیان است. و صلوات و سلام الله و پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم باد. و الله را دعا میکنیم که خاتمه ما و شما را به توحید خاتمه بخشد. آمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.